بابا شما که میدونی. من اولش هم گفته بودم زهره رو نفرستیم دانشگاه، ولی شما حرفمو گوش نکردی. الان خودتون بگید، رعیت ما با دختر شما درس بخونه تو همون دانشگاهی که اون میخونه؟ رعیت ما با بچه ما یه جا درس بخونه چطور ممکنه؟ نه آقا بابا، من اینو قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. اگه شما اونو میفرستدینش یه کشور دیگه درس بخونه، حداقل جلوی مردم روستا اینجوری خار خفیف نمیشدیم. نمیخواد خیلی نگران باشی. اون رایت اسمش چیه؟ میگم که از دانشگاه برگرده. بابا اگه قضیه یه پسر بود نمیذاشتم بره، خودم جلوشو میگرفتم. امروز این رفته، فردا یکی دیگه میره. ما جلوی چند نفر رو میتونیم بگیریم که نرن شهر؟ جلوی چند نفر رو؟ اگه از من میشنوید بگید زهره برگرده. اون دیگه داره درسش تموم میشه. اگه الان بگیم برگرده خیلی بد میشه آقا. بس کن مامان، شما دیگه بس کن، سرم درد گرفته. آقا بابا من که میگم زهره رو زودتر برش گردونید، همین الان بگید برگرده. باش، بسیار خوب، در موردش فکر میکنم. چی کار باید کرد؟ ولی تو هم نمیخواد انقدر عصبانی باشی پسرم. الان باید برم یه جلسه سیاسی و وقتی برگشتم یه راهی پیدا میکنم. بعدم راستی اون رایته هست، همه اید عروسی بچهشه. ببین اگه تونستی حتما بهشون یه سری بزن. آقا بابا آخه اون گفتم که سر بزن یعنی سر بزن. حالا برو پیکارت. چشم آقا بابا. زنده باشی. ممنون آقا بابا. شما مجبورش کردین. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.